سلام بر شما. با 48مین برنامه روزگار آلترناتیو میهمان شما هستیم. این برنامه به جمع‌بندی برنامه های گذشته و نگاهی به چشمانداز آینده اختصاص داره. در این مورد ابتدا به سخنان آقای دکتر اسماعیل نوریالا، دبیر کل حزب سکولار دموکرات ایرانیان میپردازیم. سپس به اتاق مجازی هماندیشی اعضای داوطلب حزب میریم تا از نظرات و پرسش های اونها آگاه شیم. تماشای این برنامه رو به همه کسانی که خودشون رو از نظر سیاسی سکولار دموکرات میدونن و یا در مورد چند و چون اون کنجکاو هستن توصیه میکنیم. با ما همراه باشید. سلام دوستان، ما تا به حال 47 هفته و برنامه رو به بحث در مورد روند ساختن آلترناتیو سکولار دموکرات برای مقابله با حکومت‌های ایدئولوژیک مذهبی اختصاص دادیم و با نزدیک شدن پایان سال جهانی 2022 به آخر این سلسله برنامه‌ها هم می‌رسیم و از آغاز سال جدید سلسله برنامه دیگری رو آغاز خواهیم کرد. پس اجازه بدید که امروز رو به بحث در باره اون چه هم‌اندیشی های درونی حزب ما به بار آوردند اختصاص دهم. من در این 12 ماهی که نام روزگار آلترناتیو رو بر برنامه همون گذاشتیم، فکر میکنم از چند خان رد شده که عبارت بوده از اینکه مفهوم آلترناتیو و تفاوت اون با جانشین‌های معمولی یک رژیم چیه، پیدایش یک گروه مصمم برای ساختن آلترناتیو، مراحل ششگانه‌ای که باید اونها طی بکنن که عبارت بود از تعیین هدف بر اساس گفتمان، یارگیری، تعیین منابع حقانیت، تشکیلات سازی، اعلام موجودیت و آغاز فعالیت برای شناساندن خودشون. بعد صحبت کردیم راجع به برشمردن احتیاط‌های لازم در هر یک از این مراحل ششگانه و بعدم پرداختیم به اینکه یک آلترناتیو از لحاظ وظیفه و کار دارای 4 جنبه مختلف: جنبه گفتمانی، جنبه تشکیلاتی، جنبه برنامه‌ای و جنبه روابط بین‌المللی. و توضیح دادیم که در شکل کلاسیک آلترناتیو نقش تعیین گفتمان و ابلاغ اون به مردم با آلترناتیوه. اما این پرسش رو مطرح کردیم که چه اتفاقی میفته وقتی مردم خودشون گفتمان رو تعیین میکنن، و پاسخ ما این بود که در اون صورت ماهیت آلترناتیو تبدیل میشه به بازی کردن نقش وکیل در مجامع بین المللی و ارائه بازخورد کارشون به مردم. یعنی نظر مردم بر نظر آلترناتیو اولویت پیدا میکنه و این مردم هستند که وکیل خودشون رو از بین مدعیان آلترناتیو بودن انتخاب میکنن. و بالاخره گفتیم که در مرحله کنونی مبارزات ملت ایران ضرورت انتخاب هرچه زودتر وکیل مطرحه، قبل از اینکه رژیم بتونه با اصلاحات سوری جنبش رو خونسا بکنه. اما امروز بر اساس این پیش زمینه‌ای که خدمتون گفتم، من قصد دارم در مورد اینکه مردم مبارزه علیه حکومت ایدئولوژیک مذهبی رو چگونه با انتخاب وکیل خودشون در خارج کشور پیش میبرند و به او یا اونها مأموریت میدن که وارد اقدام بین‌المللی بشن. البته در این مورد دو ملاحظه در کاره. یکی این که وقتی ما از واژه عام مردم استفاده میکنیم، باید به یاد داشته باشیم که مردم و عقاید سیاسیشون یک دست نیست و طیف وسیع و متنوعی از مردم و عقاید وجود داره. دوم هم این که
با فقدان هر گونه بررسی های آماری دقیق نمیتونیم به دقت وزن هر گروه عقیدتی رو معین بکنیم. در نتیجه آنچه که من از این به بعد خواهم گفت بگذارید به حساب حدس و گمان شخص من که بر اساس خونده ها و شنیده ها و دیده های من شکل گرفته و من بنابر مسئولیتی که در حزبمون دارم موظف هستم برداشتامون رو براتون توضیح بدم. نخستین نکته‌ای که میخوام بگم به نوع معمول تقسیم بندی های نظرات سیاسی مربوط میشه. من برای سهولت کار فقط به نشان دادن نه نوع عقیده سیاسی در بین کشورمون اکتفا میکنم که به ترتیب عبارتند از کمونیست ها، سوسیالیست ها، سوسیال دموکرات ها، سوسیال لیبرال ها، سکولار دموکرات ها، لیبرال ها، ملی مذهبی ها، سلطه طلب ها و مجاهدین. این نه نه عقیده رو معمولا به سه گروه تقسیم میکنن. ستای اولش رو چپ میگن، دوتای بعدی رو میگن طیف مرکزی و چهارتای آخر رو راست میخونن. حال سوال اینه که وزن سیاسی اینها چیه؟ باز دو مرتبه آماری که ما در دست نداریم و با توجه به اینکه به خصوص که وزن سیاسی عقاید و گروه بندی های اجتماعی ثابت نیست از یک جامعه به جامعه دیگه و از یک زمان تا زمان دیگه این اوزان فرق میکنن. مثلا اگر بخواهیم جدول اوزان عقاید و گرایش ها و گروه بندی ها رو در سال 1357 تهیه کنیم اون جدول مسلماً با جدول امروز که عده زیادی از مردم علیه دستاوردهای اون انقلاب قیام کردن کاملا متفاوته. پس اجازه بدید که من بر اساس باز برداشتهای خودم برای این گروه ها اوزان امروزی رو که حدس میزنم بیان بکنم. از نظر من در اوضاع فعلی کمونیستا 5% جمعیت رو بیشتر تشکیل نمیدن. سوسیالیستا کمی بیشتر به 8% و سوسیال دموکرات ها 12% رو دارن. در نتیجه این سه گروه که گروه چپ رو تشکیل میدن جمعاً میشه گفته که 25% جامعه متعلق به اونهاست. در طیف مرکزی گفتیم که ما سوسیال لیبرال ها رو داریم که من فکر میکنم حدود 15% جمعیت هستن و سکولار دموکرات ها رو داریم که من فکر میکنم بیشتر ولی حالا میگیریم 30% جامعه هستن و در نتیجه وزن سیاسی گروه های مرکزی رو میشه 45% جامعه دونست که همینا هستن که الان جنبش ضد رژیم رو سامان دادن. خب در طیف راست هم به ترتیب لیبرال ها و ملی مذهبی ها هر کدومشون یه 10% از جامعه رو دارن. سلطه طلب ها و مجاهدین هم به نظر من هر کدوم 5% هستن. در نتیجه میشه گفتش که وزن سیاسی راست ها 30%. حال فکر کنیم که در خارج کشور هم این سه گروه هستند که پایگاه های اجتماعیشون در داخل کشور قرار داره و بر اساس اون درصدها عرض کنم هستش که کاندیدایی رو میتونن به عنوان کاندیدای خودشون معرفی بکنن که البته هنوز معرفی نکردن. خب ببینیم تکلیف این کاندیدا چی میشه. بر اساس اون درصدهایی که عرض کردم کاندیدای چپ ها 25% رأی میاره، کاندیدای راست ها 30% رد میاره و کاندیدای گروه های مرکزی از 45% پشتیبانی برخورداره. اما داستان به اینجا ختم نمیشه. من فکر میکنم اگر گروه های مرکزی در خارج کشور موفق بشن که وکیلی رو انتخاب بکنن و به پایگاه اجتماعی خودشون در داخل کشور عرضه بدارند این کاندیدا
کاندید وکالت یک شانس 45% تضمین شده داره. اما به باور تجربی من، به محض اینکه چنین کاندیدای وکالتی بتونه مشخص بشه، در هر دو جناح راست و چپ ریزش های اتفاق میفته و بخش های از اونها هم به سمت کاندیدای مرکزی گرایش پیدا میکنن. به نظر من در جناح راست دو گروه لیبرال و ملی مذهبی ها که به سکولاریسم اعتقاد دارند به این کاندیدای مرکزی روی خوش نشون میدن و در نتیجه وزن سیاسی این گزینه از 45% به 65% میرسه. در جناح چپ هم ریزش به وجود میاد و باعث میشه که به خصوص سوسیال دموکرات ها به کاندیدای مرکزی توجه کنن و در نتیجه وزن اون رو به 77% برسونه. این به این معنیه که بیش از 3/4 آراء موجود در مملکت ما وزن برنده رو تشکیل میدن و کاندیدای مرکزی میتونه برنده بشه. خب در پایان میخوام به این نکته انگوش بگذارم که وظیفه فعالان قشر مرکزی یعنی سوسیال لیبرال ها که حزب ما از لحاظ اقتصادی به اون تعلق داره و سکولار دموکرات ها که حزب ما از لحاظ سیاسی پیرو اونه، اونه که در گزینش و معرفی هرچه بیشتر کاندیدای وکالت طیف خودشون کوشا باشن. نظر من اونه که تاریخ این وظیفه رو بر عهده جنبش سکولار دموکراسی ایران که هر دوتا گروه رو شامل میشه و همچنین حزب ما گذاشته تا کاندیدای وکالت خودمون رو انتخاب بکنیم و به صورت هرچه وسیع تر اون رو به مردم داخل کشور معرفی و تبلیغ بکنیم. و باز اون جمله همیشگی خودم رو تکرار میکنم که توپ در زمین جوانان داخل کشوره که آیا کاندیدایی رو که سکولار دموکرات ها معرفی خواهند کرد میپذیرند، صداش میکنند و به مردم جهان میگویند که این کاندیدای ماست، وکیل ماست، نماینده ماست یا نه. خب دوستان، همونطوری که دکتر نوریالا در مقدمه این برنامه گفتن، به اواخر برنامه های روزگار آلترناتیو نزدیک شدیم و در پایان ماه دسامبر که مصادف با هفته اول دی ماه هستش، به آخرین برنامه سلسله گفتارها و هماندیشی های روزگار آلترناتیو میرسیم و از همین حالا هم مشغول تدارک دیدن برنامه های هستیم که از آغاز سال 2023 تهیه و پخش خواهد شد. هماندیشی امروز رو با سخن آقای حسین سایی آغاز میکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم آقای سایی. ممنون خانم گرسوان. عرض کنم که در رابطه با ویدئویی که آقای دکتر زحمت کشیدن، اول از همه دوست داشتم بگم که چقدر خوشحالم که این سلسله برنامه به نوعی داره تمام میشه که امیدواریم به جای خوب و انتخابای خوبی برسه و این حرکت و خیزش مردمی به نتیجه برسه. امیدواریم تو همین یکی دو ماه آینده، شاید هرچه زودتر بهتر. ولی در رابطه با ویدئو عرضم خدمتتون که در باب اینکه ما میخواییم انتخاب کنیم، خب هیچ شکی نیست و اینکه باید هرچه زودتر عملا جناح‌های مختلف تصمیم بگیرن که نمایندهشون کی هست و چه کسی میتونه پرچمدار به هر حال این حرکت باشه یا بگیم این اعتراضات و این انقلاب رو بخواد به مقصد برسونه. تو این انتخاب خب طبعا شخصی که باید مورد توجه قرار بگیره شکی نیست که باید بتونه تمامی اون نکات اساسی و کلیدی که برای آینده آزاد و مستقل ایران و یکپارچه ایران مد نظر هست و در باورهاش و کردارش داشته باشه.
و اینا که خب مشخصا ما خیلی مدت هاست راجبش صحبت میکنیم که بحث سکولار دموکراسی مهمترین پایه هاییه که توی این بخش و اون شخص و اون گروهی که به عنوان نماینده و وکیل مردم انتخاب میشن باید هم بهش باور داشته باشن، هم در راستای ایجادش باید تلاش کنن. به همین خاطر وقتی ما میان دستبندی های دکتر رو نگاه میکنیم، خب با توجه به اون اعدادی که ایشون تقسیم کردن که میتونم بگم نزدیک به واقعیت هست، ما خب یه قشر بزرگ و قوی از طرفدارای سکولار دموکراسی رو میبینیم که درصد بالایی رو توی اپوزیسیون تشکیل میدن و به طبع تمام این افراد با توجه به نتورک و دامنه آشنایی که دارن، ما میتونیم اینو عملا این اعداد و ارقام رو بتونیم بست بدیم تو جامعه بزرگتری که شاید یه بخشش هم شامل داخل کشور بشه. و وقتی از این جهت نگاه میکنیم میبینیم که خب تو این موقعیت که ما الان حرکت ها انجام شده، اعتراضات داره با یک ریتم سریع و قوی اضافه میشه و مردم دارن تلاش میکنن در مقابل نیروی سرکوب جمهوری اسلامی مقاومت کنند و بیستن، ما هم از این طرف باید بتونیم ارتباطات لازم برای ایجاد دولت موقت و تشکیل آلترناتیو عملی و عملیاتی رو ایجاد کنیم. در این بحث انتخاب فرد وکیل یا کسی که بتونه نمایندگی مردم ایران رو به عهده داشته باشه به نظر منم خیلی مهم و لازم هستش و این تعداد درصدی که میخوان به این فرد وکالت بدن و قبول کنن وکالت این فرد یا این گروه وکالتشون رو داره و میتونن به نمایندگی از اونها در دول بین المللی با شخصیت ها با پارلمان های کشورهای خارجی صحبت کنن و بتونن از منافع مردم ایران دفاع کنن، خیلی مهم است که چه تعدادی به این گروه یا به این دسته رأی میدن و وکالت میدن. و همونطور که تو ویدیو هم مشخص باید دکتر هم فرمودن که این درصد بزرگی که برای سکولار دموکرات ها مشخص شده اختصاصاً که نزدیک به 40-45 درصد هست و با توجه به ریزش هایی که اتفاق میفته قطعا به سمت سکولار دموکراسی، چون تمام اون جناهای چپ و راست ما داریم، طیف هایی که نزدیک به وسط هستن، همه 100% چپ نیستن و 100% راست نیستن و اون طیف هایی که نزدیک به طیف سنتر یا وسط قرار میگیرن هم عموما تمایل به سکولار دموکراسی دارن. و بعد از اینکه به نظرم ما به عنوان شاید نماینده سکولار دموکراسی یا حزب سکولار دموکراسی اون نماینده خودمون معرفی کنیم و حمایتمون رو ازش اعلام کنیم، امیدوارم که اون طیف‌های نزدیک به وسط هم بتونن پیرو انتخابی که ما انجام میدیم برای رسیدن به اتحاد و برای رسیدن به آزادی ایران به سمت ما بیان و اون انتخاب رو تایید کنن و در نهایت بتونیم به سمت آزادی حرکت کنیم. متشکرم. سپاسگزارم. آقای شهرام عباس‌پور بفرمایید، خواهش میکنم. ممنونم خانم قیاسمند. خدمتتون عرض کنم همینجور که آقای نوریالا ابتدای صحبتاشون هم گفتن، چند بارم تاکید کردن که این آماری که ایشون دادن فقط خب نظر ایشون بوده و هیچ کسی نمیتونه، نه نظرسنجی شده نه به اصطلاح میشه واقعا آمار دقیقی گرفت در این رابطه، ولی به هر حال این تجربه‌ای که هر کدوم از ما و خانواده هامون به هر حال کسایی که در ایران در این 43 ساله در یک نظام استبدادی اسلامی زندگی کردن، ولی ما می‌بینیم که بعد از 43 سال گذشته این به اصطلاح با این آموزش و فرهنگی که این نظام سعی کرد با جوان‌ها کار بکنه و این شستشوی مغزی رو بده، دقیقا عکس عمل کرده. الان حداقل شواهد و قرائن نشون میده که این نسلی که امروز در خیابون هستش از تمام شعارهایی که میدن
تقریبا میشه این تصور رو کرد که این نسل واقعا به دنبال چی هستش. در این گرایش هایی که آقای نوریعلا اسم بردن، به هر حال ما اگر جوانای امروز گوشه چشمی به امثال چین، روسیه، ونزوئلا و کلن اون طیفی که گرایش چپ دارن و به اون طرف تمایل دارن، خب اینا بخشن حتی با بندهایی از اعلامیه جهانگستر حقوق بشر هم مخالف هستن. خب این چیزی نیستش که الان جوانای ایران در واقع بخوان. خب ما اگر این رو در نظر بگیریم و با تجربه‌ای که قبلا این بچه ها از پدر مادراشون حتی به دست آوردن که از طیف راست احتمالاً برای بچه ها گفتن که نظام سلطه یا سلطنت به اصطلاح اون هم به یه نوعی ممکنه که یه چیزی شبیه به ولایت فقیه باشه، به هر حال راجع به اونا هم بچه ها این تحقیق رو کردن، آگاهی رو به دست آوردن. و چیزی که من خودم به عنوان یک ایرانی خب بارها باهاش برخورد کردم در رسانه ها، به خصوص در این 3-4 سال گذشته، به وضوح دیدیم که نظام حتی از کلمه سکولاریسم واقعا وحشت داشته و بارها تذکر داده به مسئولین نظام که در حوزه‌های علمیه حتی داره راجع به کلمه سکولاریسم بحث میشه. به هر حال چیزی که واقعا من خودم تصور میکنم، جامعه امروز ما، این جوانهایی که الان توی خیابون هستن، با این ارتباطی که با دوستانم که صحبت میکردیم طی این 3 سال گذشته به اصطلاح در دوران کرونا، این نسل همش با بازی‌های کامپیوتری و از طریق فضای مجازی سعی کرده که این اطلاعات رو به دست بیاره و با به هر حال ما الان یه چیزی حدود 10% از جمعیت ایران در خارج از کشور هستن و من خیلی کمتر شنیدم که حتی این پناهنده ها به کشورهای شرق مثل چین و روسیه رفته باشن، پناهنده شده باشن. اکثرا غالب این جمعیت پناهجوی خارج از کشور در کشورهای عمدتا دموکرات اروپا، آمریکا و این مناطق هستن که به هر حال این بچه ها ارتباط داشتن با اعضای خانواده خودشون، دوست داشتن ببینن که کشورهای دموکرات سکولار چه زندگی رو دارن. اینه که به هر حال من فکر میکنم الان سوسیال دموکراسی، سکولار دموکراسی، لیبرال دموکراسی که آقای دکتر نوریعلا هم اسم بردن ازشون، من فکر میکنم قسمت زیادی از جامعه جوانای امروز بیشتر به این طرف گرایش دارن و من فکر میکنم الان همونجور که باز آقای نوریعلا گفتن، به هر حال آلترناتیو های مختلفی در حال شکلگیری هستش. جوانای ایران هرچه زودتر باید تصمیم خودشونو بگیرن که به چه سمتی گرایش دارن و این رو یکمی واضح تر باید صدا بزنن و بشه که امیدوارم زودتر بشه نتیجه گرفت از شخص یا اشخاص و گروه هایی که همونجور هم که قبلا گفتیم در مرامنامه ها، اساسنامه ها، در صحبت های تلویزیونی، در مناظره ها میگن که برای آینده ایران چه برنامه هایی، چه راهکاری دارن و مشخص میشه که به اصطلاح به کدوم جهت این عزیزان باید آلترناتیو خودشون رو هرچی زودتر انتخاب بکنن. ممنونم. سپاسگزارم. خانم شبنم بدری بفرمایید، خواهش میکنم. مرسی. ممنون خانم قیاسمند. خب من فکر میکنم یکی از عوامل، تاکید کنم یکی از عواملی که سبب طولانی شدن عمر رژیم اسلامی شده، حمایتی هستش که کشورهای خارجی
از این رژیم خونخوار توی این سالها کردن. این کشورهای خارجی هم یکی از بهانه‌هایی که ذکر می‌کردن برای این حمایت این هستش که مردم ایران، اکثریت ایرانیان این رژیم مورد قبولشون هست یا اگر هم نیست مصمم نیستن به طور جدی برای تغییر رژیم. یکی از عواملی هم که سبب میشد که اینطور فکر کنن ایرانی هایی بودند که خواسته های رژیم رو خواسته های مردم ایران جلوه میدادند و به دروغ به نمایندگی از مردم ایران با سازمان های بین المللی یا برخی از مقامات کشورهای خارجی یا رسانه ها صحبت میکردند. هرچند که در پرانتز باید بگم که خب این سازمان ها اکثریتشون و مقامات کشورهای خارجی حقیقت رو میدونن و میدونستن که توی این سال ها هم که خواسته های مردم با خواسته های رژیم متفاوت هستش. فکر میکنم الان به خصوص توی این روزها که کشورهای خارجی مجبور شدن که حقیقت رو قبول کنن، دیگه نمیتونن چشمشون رو بر روی جنایات حکومت اسلامی ببندن و مجبور شدن که حمایتشون رو کمتر بکنن از این فرقه تبهکار، خب ما ایرانی ها بیشتر از هر موقع لازم هستش که تا جایی که ممکنه به صورت رسمی نماینده یا نماینده های خودمون رو معرفی کنیم به اونها، نماینده هایی که بتونن خواسته های ما رو به گوش اونها برسونن، چون مسلماً سازمان های بین المللی و کشورهای خارجی و مقاماتشون نمیتونن با تک تک مردم صحبت بکنن. هرچند که خب این کار باید در یک فرایندی انجام بشه، ولی مسئله این هستش که خوبه که این فرایند و در واقع لازم هست که این فرایند به سرعت به نتیجه برسه قبل از اینکه تعداد کشته های این انقلاب به حدی برسه که در آینده ما شرمنده بشیم که چرا اینقدر در این کار سستی به خرج دادیم. فرقه تبهکار هم داره روز به روز وقیحانه تر رفتار میکنه، اعدام ها رو رسما شروعش رو اعلام کرده و جوان ها دارن اعدام میشن. پس ما باید به مقامات کشورهای دیگه تا حد ممکن به صورت رسمی اعلام کنیم که تا وقتی که انقلاب به نتیجه برسه و دوران گذار طی بشه اونها نمی بایستی که با ملاها مذاکره‌ای داشته باشن، به خاطر اینکه الان دیگه باید فهمیده باشن که هر قراردادی که امضا بکنن مورد قبول مردم ایران نخواهد بود و مردم ایران هم امروز که دیگه همه جهانیان جنایات رژیم رو بهش آگاه هستن دیگه نمیتونن در فردای آزاد ایران بهانه‌ای رو از این کشورها قبول بکنن که چرا با جمهوری اسلامی قراردادی بستن، چرا همچنان با جمهوری اسلامی مذاکره میکنن و چرا همراه مردم ایران نیستن. ولی میگم تمام اینها در صورتی رسمیت پیدا میکنه که ما هم مردم ایران حرکتی بکنیم و تا حد ممکن به صورت رسمی نماینده هامون رو معرفی بکنیم. این هم به این معنا نیست که قرار هست ما به کشورهای خارجی اجازه دخالت در انقلابمون رو بدیم یا در آینده اجازه دخالت در ایران رو بدیم، این به این معنا نیست. این به این معنا هستش که اگر اونها حرفی با ایرانی ها دارن باید با این نماینده ها از این به بعد صحبت داشته باشن و این هم باید به سرعت صورت بگیره قبل از اینکه نماینده های دروغین بتونن این انقلاب رو مصادره کنن یا اینکه
خواسته این انقلاب نتیجه جوری بشه که خواسته های عموم مردم ایران تامین نشه و یا بتونن کمک کنن که ملاها، سپاه، بسیج بتونن زمان بخرن برای خودشون. من فکر میکنم در این جهت هستش که همونطور که دوستان و آقای دکتر هم گفتن خیلی مهم هستش که نماینده ای برای روابط بین المللی معرفی بشه. مرسی، ممنون. سپاسگزارم. و پیش از این که این حکومت مهلت پیدا بکنه که احتمالاً ساختاری رو تغییراتی رو ایجاد بکنه که در واقع بازم وضعیتی باشه که ظاهراً احتمالاً یک تغییر ویژه است ولی از دل خود همین رژیم برمیاد، عرض کنم نفر بعدی که وقت گرفته آقای جمشید صلح‌جو، بفهمید، خواهش میکنم. ممنون خانم قیاسفر. دوستان تقریبا به همه نکات اشاره کردن. من یه نکات بدیهی رو میخواستم بگم. نمی نستش که معمولا تو هر جامعه ای گفتمانهای خیلی زیادی وجود داره از نظر عقیدتی، سیاسی و همیشه، یعنی چیز نرمالی که یه رنگ نیست، همه آهاده جامعه به صورت فکر نمی کن. حالا توی جامعه که دموکراتیک هست، همه چیز سر جای خودشه، این نهلای گوناگون سیاسی و گفتمانی نمایندهای خودشون رو دارن، حالا به شکل اشخاص باشه، تحزب باشه، در واقع پارلمانی وجود داره، حالا به نسبتی که در انتخابات برنده میشن نمایندهای خودشون انتخاب میکنن در اون سیستم که در واقع تریبون اونا باشه. مسئله که ما داریم نستش که تمام این گروه هایی که در ویدیو بهش اشاره شد و حالا فارغ از حامیان حکومت در واقع میشه بقیه گروه ها، عملا هیچ کدوم صدایی ندارن. این مسئله این نیست که مثل دموکراسی در واقع در قدرت شرکت ندارن، اصلا صدایی ندارن، رسانه‌ای ندارن، تریبونی ندارن، اجازه ندارن که در واقع حزبی داشته باشن که حالا نماینده کمونیست‌ها باشه، نماینده نمیدونم در واقع احزاب راست باشه. این که در اکنون جامعه ایران این طیف‌بندی‌های سیاسی در واقع چه نسبتی رو ما برای که قائل باشیم یه مسئله هست. مسئله مهمتر این هستش که چه گفتمانی میتونه آزادی رو برای همه فراهم کنه. این خیلی نکته مهمیه. یعنی فرض میکنیم که در واقع سکولار دموکرات ها اصلا اقلیت هستن، 5% جامعه ایران رو تشکیل میدن، 45% بقیه فرض میکنیم کمونیست هستن، 45% دیگه هم 50% دیگه هم پس که این حساب راست باشن. حالا این گفتمان که ما برای گذار از این حکومت جاری میخواییم و تشکیل حکومت دیگه، چه گفتمانی میتونه آزادی رو برای همه گروه ها فراهم کنه؟ این خیلی اهمیت داره. در واقع فارغ از این که اکنون سکولار دموکرات ها در واقع چه نسبتی رو دارن، اهمیت اصلش این هستش که چه گفتمانی میتونه آزادی رو برای همه فراهم کنه. و خوشبختانه در واقع این ما اعتقاد داریم که سکولار دموکراسی هست که میتونه آزادی رو برای همه بدون تبعیض، اساسا شعار سکولار دموکراسی چی هست؟ یک دموکراسی بدون تبعیض که اجازه میده در واقع تمام گروه سیاسی در یک جامعه گفتمان خودشون رو داشته باشن و هیچ اکثریتی نتونه در واقع صدای اقلیتی رو خفه کنه به این دلیل که اکثریت هست، حالا به هر طیف سیاسی که اگه تعلق داشته باشه. ببینم ما یه شانس خوبی داریم نتیجه که خب در واقع این گفتمان سکولار دموکراسی که گفتمان درستی هست، خوشبختانه اکثریت هم در اختیار داره. یعنی ما دو تا نقطه مثبت داریم، همین که این یک گفتمان نجات بخش از آزادی برای همه فراهم میکنه، همین که اکنون در واقع در اکثریت هم قرار داره. حالا خب این اکثریت توی دموکراسی وضعیت مشخصه، میگم تحزب وجود داره، مردم نمایندگان خودشون انتخاب میکنن، به پارلمان میرن و این نماینده ها در واقع تریبون اون نهله سیاسی میشن. منتها به هر صورت یه سیستم وکالتی هست دیگه، همه مردم که نمیتونن به صورت مستقیم در قدرت شرکت داشته باشن، باید یک کسی رو، یک حزبی رو، یک سازمانی رو نماینده خودشون قرار بدن. الان که خیلی وضعیت بهتر است، چون که ما میخواییم از یک رژیم عبور کنیم، بنابراین خیلی خیلی در واقع نیاز بیشتری هست که یک انسجام مبارزاتی وجود داشته باشه. طبیعتاً این انسجام مبارزاتی به این صورت هست که شما یک شخص، یک گروهی رو به نماینده رسمی خودتون انتخاب کنید که این شخص یا گروه هم با رژیم داخل در ایران، هم با کشورهای خارجی، هم برای راهبری مبارزات بتونه به وکالت
از این در واقع اکثریت، امروز میگیم اکثریت سکولار دموکرات، مبارزه رو به پیش ببره. بنابراین اون چیزی که ما به الان نیاز داریم و الان شاید دو ماه خورده از مبارزه میگذره، خب حالا همین هممون میگیم که در واقع فعلا یک مبارزه بدون رهبر هست، ولی هر روز بیشتر احساس میشه که این مبارزه نیاز به یک وکیل داره خارج از کشور. حالا میگم ممکنه شخص باشه یا سازمان باشه، ولی باید مشخص باشه در جامعه جهانی موقعی که میخوان با جایگزین این رژیم صحبت کنن باید با کی صحبت کنن، با چه کسی هماهنگ کنن و چه کسی در واقع پیشنهاداتی دریافت کنن. حالا ما دوستان صحبت کردن، مرتب در تلویزیون ها میبینیم، خب یکی میگه فرض کنید کشور خارجی نباید با ایران قرارداد جدید ببندن، یکی میگه نمیدونم باید برای اپوزیسیون رسانه فراهم کنن، به هر حال ایده های خیلی مختلفی مطرح میشه. حالا به عنوان یک کشور خارجی یا کلن جامعه جهانی که میگیم، در واقع اگر ما انتظار داشته باشیم که حمایت کنن، این حمایت باید به چه صورت باشه؟ با کدوم نماینده صحبت کنن؟ افراد زیادی مرتبا اسم برده میشه، نمیدونم حامد اسماعیلیون هست، خانم مسیح علی نژاد هست، شاهزاده هست، گفته شده فرض کنید آقای رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون هست، خانم علی نژاد پرسیده خب نماینده شما چی هست؟ بله ما میدونیم که ملت ایران دست به مبارزه زده و قصد داره که از این حکومت عبور کنه، مثلا ما بخوایم با ملت ایران در واقع همراستا باشیم باید با چه کسی صحبت کنیم؟ نماینده شما کی هست؟ و طبیعتاً همه جای دنیا اینطوری هست، یعنی در جامعه جهانی دنبال این میگردن که با یک طرف، با یک سازمان، با یک تشکل، با یک انسجامی روبرو باشن که نقطه تمرکز این مبارزه هست و بدونن که خب این سازمان، این شخص میتونه در واقع این گزار رو انجام بده و میشه باهاش مذاکره کرد، اگه معامله باشه حالا خوب یا بد میشه باهاش معامله کرد، میشه شرایط بعد از گزار رو در واقع باهاش هماهنگ کردیم که بعد از گزار چه اتفاقی میفته، رابطه ایران با دیگر کشورها به چه صورت خواهد بود، آیا یک هرج و مرج حاکم خواهد بود یا نه یک در واقع گزار مسالمت‌آمیز خواهد بود. به تمام این دلایل که هممون میدونیم ما به اینجا رسیدیم که میبایستی یعنی یک بایست هست که ما نسبت به انتخاب وکیل، نسبت به انتخاب نماینده خودمون اقدام کنیم. و ما کسانی که در خارج از کشور هستیم فکر کنم این وظیفه خیلی بیشتر به عهده ماست که ما از یک آزادی سیاسی برخوردار هستیم. ما اگه کسی هر تریبونی، اگه هر جایی چیزی رو بیان کنیم، کسی ما رو نه اعدام میکنه، نه میکشه، نه شکنجه میکنه. در واقع این وظیفه شاید بیشتر بر عهده ما هست که حداقل اپوزیسیون خارج از کشور، اپوزیسیون سکولار دموکرات بتونه نماینده خودش رو مشخص کنه، با این امید که در داخل ایران هم در واقع انعکاس پیدا کنه و این اپوزیسیون، این حالا شخصی یا نهاد، بتونه این حقانیت از داخل کشور هم بگیره و بتونه به عنوان نماینده ملت در خارج از کشور عمل کنه. بنابراین هر روز که میگذره، اون بعدی گفتن، یعنی اگه نخوام یک زمان بندی مشخص بذاریم، ولی هر روز این نیاز خیلی بیشتر احساس میشه و هر چه زودتر ما بتونیم نسبت به انتخاب این نماینده اقدام کنیم، بیشتر در راه مبارزه در واقع میتونیم رو به جلو حرکت کنیم. ممنون. سپاسگزارم. و چون شما به موضوع خانم مسیح علی‌نژاد و صحبتشون با آقای مکرون اشاره کردید، می‌خواستم اشاره کنم که پاسخ ایشون این بودش که زندان‌ها رو باز کنید تا نماینده ما در داخل زندان‌ها هستش، زندان‌های ایران. می‌خواستم عرض کنم که اکاش می‌شد اینطوری باشه. اولا که آقای مکرون چطوری می‌تونه زندان‌ها رو باز کنه، و دوم هم این که اکاش می‌شد که این نماینده از داخل خود ایران باشه، مبارزهایی که واقعاً با تمامی وجودشون دارن مبارزه میکنن و داخل زندان هستن. اما واقعا تأسف بار تر از این نیست که سرکوبی که روی این عزیزان هستش متاسفانه اجازه نمیده که این عزیزان بتونن نمایندگی رو به عهده بگیرن. بنابراین اگر اشاره ای نمیشه به کسانی که در داخل زندان هستن، دلیلش این هست، سرکوبی که در ایران حاکم هست. آقای سائی، شما یک وقت گرفتید برای اینکه یک نکته کوتاهی رو اشاره کنید، بفهمید، خواهش میکنم. ممنون خانم قیاسفند. البته بخش از صحبت‌های من و آقای سرخچو فرمودن، لکن من این کلمه
دولت و حکومت رو دوست دارم این تکرار بشه. من حس میکنم که این مرزی که بین این دوتا واژه سیاسی هستش مرتبا به خاطر اینکه خیلی شاید واضح نیست بین هم اپوزیسیون هم حتی مردم عادی خیلی اشتباه گرفته میشه. ما منظورمون وقتی داریم الان بحث میکنیم راجع به وکیل و آلترناتیو برای ایجاد حکومتی هست که سکولار و دموکرات باشه و حقوق تمامی اقلیت ها و ایدئولوژی ها رو به رسمیت میشناسه و در آینده ایران دولتی که میاد سر کار و برقرار میشه میتونه قطعا ائتلافی از این ایده ها و عقاید و مذاهب و هر دسته و یا حزبی که وجود خواهد داشت در آینده اون در یه حکومت سکولار دموکراته که آزادی احزاب، آزادی بیان، حقوق بشر همه چی وجود داره. تمامی این احزاب شرکت میکنن در انتخابات و اون حزبی که اکثریت رو به دست میاره یا اون ائتلافی از احزاب و عقایدی که اکثریت رو توی پارلمان به دست میارن دولت تشکیل میدن و کارها و برنامه‌هاشون رو انجام میدن. این نکته خیلی مهمه که همه توجه کنن. الان ما در شرف ایجاد حکومت هستیم، در حکومتی که سکولار و دموکرات هست حقوق تمام اقلیت ها و احزاب حفظ میشه. یه بخشی رو عرض کردم آقای سرجو تولید دارم، دوست داشتم باز تاکید کنم روی این قضیه. بحث حکومت و دولت رو بیننده های عزیز، دوستان عزیز همه توجه کنیم، بتونیم از هم تفکیک کنیم، مرتبا اینو قاطی نشه که بحث های پیش بیاد که فلان حزب میخواد قدرت رو به دست بگیره. بگیره اون دولته، حکومت باید سکولار دموکرات باشه. ممنونم. خیلی ممنونم. ممنونم از اشارتون به این نکته. اما من وقت گرفتم برای اینکه یک پرسش مستقیم از خود دکتر نوریالا بپرسم و اون اینکه شما معتقدید که اگر جناح مرکزی دست به معرفی وکیل خودش در خارج کشور بزنه اون میزان استقبالی که از این پیشنهاد میشه خیلی بالا خواهد بود و علاوه بر این معتقد هستید که انجام این کار به عهده سکولار دموکرات هست. در این صورت آیا خود شما به عنوان دبیرکل حزب سکولار دموکرات ایرانیان برنامه خاصی در این راستا در نظر دارید که بخواید به حزب یا حتی جنبش سکولار دموکراسی ایران پیشنهاد کنید؟ عرض کنم که خب شما میدونید نحوه تصمیم گیری در حزب ما اینه که مطلب در شورای مرکزی حزب مطرح بشه و عرض کنم که وقتی که تصمیم قطعی گرفته شد حالا این رو به صورت یه اعلامیه، یه متنی یا یه کاری ارائهش بدیم. ما در روزهای آینده در این مورد اقدام خواهیم کرد و اگر که نظر همه اعضای شورای مرکزی این باشه که ما دخالتی تو این کار داشته باشیم حتما به نظر من این کار شدنیه. من تصمیم شخصی خودم رو گرفتم به عنوان اسماعیل نوریالا، نه به عنوان دبیر کل. پتیشن های مختلفی که این مطلب رو مطرح میکنن میرم امضا میکنم و احتمالا تا این برنامه که امروز داریم ضبط میکنیم هفته آینده پخش بشه من ممکنه که در چند برنامه تلویزیونی حرفام شرکت میکنم و نظر خودم رو خواهم گفت و به نظرم میرسه که با حرفایی که همین الان توی ضبط این برنامه شنیدم هیچ کدوم از دوستان با این که ما باید در این راستا کاری بکنیم مخالفتی نکردن. هر کدوم یه بخش از درستی کار رو شکافتند و توضیح دادند. در نتیجه من پیش بینی میکنم که تا این برنامه از تلویزیون ها پخش بشه حزب ما به موقعیتی رسیده که بتونه یه موضع گیری مشخصی رو اعلام بکنه.